خب درود بر همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو مختص به آلمان و اتریش و سوئیس نیستش، بلکه به تمام کشورها موضوعش میخوره. موضوعش در مورد یکی از بهترین راه‌های یادگیری مکالمه زبان هستش که ما چیکار میتونیم بکنیم این زبان رو بتونیم مکالمهش رو یاد بگیریم. من اکثر کامنت هایی که تو ویدیوهایی که در مورد راه‌های یادگیری زبان گفته بودم، اکثر کامنت هایی که گرفتم اینه که ما میخونیم ولی یاد نمیگیریم. بارها گفتم شما بخونید، تا 100 سالم بخونید مسلما فقط گرامر رو یاد میگیرید، قواعد رو یاد میگیرید، بلکه صحبت کردن رو یاد نمیگیرید. من بارها گفتم که توی ایران مدرس هایی داریم که گرامرشون عالیه و سطح زبانشون سه این سه سبای اینجور چیزا هستش، دیس ها حتی دارن، ولی متاسفانه دهنشون باز نمیشه برای صحبت. چرا؟ چون کسی رو ندارن که باشون مکالمه کنن. من بارها گفتم اگر شما بخونید مسلمن روخونیتون خوب میشه، اگر بشنوید شنواییتون خوب میشه، اگر بنویسید نوشتاریتون خوب میشه، و اگر صحبت کنید گفتاریتون خوب میشه. شما باید صحبت کنید، باید حتما حرف بزنید و تمرین کنید برای حرف زدن تا بتونید حرف زدنتون خوب بشه. حالا خیلی ها اومدن نوشتن که تو میگی حرف بزن، ما کسی رو نداریم برای حرف زدن. من الان این راه حلم بهتون میگم، ولی خب ما یه مسئله داریم. میگه طرف تو بیابون بود، یارو اومد بهش گفت نماز بخون، گفتش که تو بیابون که آب نیست من وضو بگیرم، گفت تیمم کن، با تیمم میشه، گفتش که مر ندارم، گفت با این انگشت شستت میتونی به عنوان مر استفاده کنی، گفت لباس ندارم بپوشم، گفت یه برگی بذار، یه چیزی بذار، گفت اینجا که برگ درخت و برگ نیستش، گفت داداش تو نمیخوای نماز بخونی، اینا همه بهانه است. حالا دقیقا اینطوریه، خیلی هستن میگن اوکی تو اینایی که میگی ما دنبالش کردیم به نتیجه میرسیم. خیلی ها من هر چیزی میگم یه چیز دیگه برای من دارم. الان من بخوام این حرفم بزنم مطمئنن میدونم که تو بعضی از کامنت ها میشنوم یه چیزایی که میگن که آقا اینم ما نداریم. حالا چجوری ما میتونیم بیایم بریم وقتی کسی رو نداریم که باهاش صحبت کنیم، چجوری میتونیم اون طرف رو پیدا کنیم؟ من اون موقع بهتون گفتم چیکار میکردم، میرفتم از فروشگاه آبجو میخریدم، میرفتم تو پارکا دنبال کسایی که مینشستن دور هم دیگه مشروب میخوردن، حالا وضع مالیشون خوب نبود هر چی بودش، بهشون آبجو تعارف میکردم. اون آبجو تعارف کردم باعث میشد که من اونا منو تو جمع خودشون را بدن و با من صحبت کنن و با من دوست بشن و من هر روز مکالمه داشته باشم با اونا، اون همون آبجو. حالا شما با خودتون میگی او من برم پول خرج کنم بدم فلان بسار طرف آبجو بخرم براش بیاد با من حرف بزنه، میخوام 100 سال سی حرف نزنه. اوکی نمیخواد خرج کنی، من یه راه حل دیگه بهتون میدم. این راه حل رو من خودم قدیم انجام داده بودم. چیکار کردم؟ اومدم رفتم یه کاغذ آ4 برداشتم، توش نوشتم سلام من اسمم اینه، از این کشور میام، این مدته که توی مثلا آلمان هستم دارم زندگی میکنم، دلم میخواد زبان آلمانی رو یاد بگیرم، دوستی ندارم توی آلمان که باهاش بتونم کانتاکت کنم، به همین خاطر این آگهی رو نوشتم، اگر کسی تمایل داره که بیاد با من صحبت کنه، با من دوست بشه، با هم دیگه تمرین و مکالمه بکنیم، لطفاً به این شماره تلفنی که این پایین میذارم زنگ بزنه. بعد چیکار میکردم؟ این رو برداشتم رفتم دانشگاه شهرمون، توی قسمت کتابخونه دانشگاهمون یه تابلو اعلانات بود که هر کسی هر چیزی اونجا میذاره، یکی میخواست خونهشو کرایه بده، یکی میخواست مبلاش مجانی به یکی بده، یکی میخواست تختشو بفروشه، یکی نمیدونم دنبال همخونه میگشت و چیزای دیگه.
منم اومدم این اطلاعیه رو رفتم چسبوندم به اون تابلو اعلانات. رفتم چسبوندم اونجا، شماره من اندازه 20 تا مثلا حالت عمودی نوشتم پایین چیز، بعد اینطوری بریدم هر یه قسمتش رو که هر کی میاد اگر کسی بخواد میاد این شماره رو یه دونش رو برمیداره به من زنگ میزنه و حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. من این شماره رو نوشتم و دو سه روزی گذشت، رفتم دانشگاه دیدم رو تابلو اعلانات هستش ولی خب روش یه چیز دیگه چسبوندن، یه خوردش معلومه. دوباره رفتم دو تا سه تا نوشتم به دور و بر تابلو اعلانات چسبوندم. دو سه روز بعد یکی به من زنگ زد و خودش رو معرفی کرد، گفت من از فلان کشور هستم و خیلی دوست دارم با تو ارتباط برقرار کنم. رفتم دیدمش، یه آقای مال شرق آسیا بود و خیلی جالب اینجا بود که ایشون دانشجوی آلمان بودن، دانشجوی موسیقی شهر ما بودن و خانومش آلمانی بود، یعنی ازدواج کرده بود، خانومش آلمانی بود و وقتی که من باهاش آشنا شدم برای من توضیح دادش که من خانومم آلمانیه. من با تعجب برگشتم بهش گفتم اگر تو خانومت آلمانیه دیگه چرا اومدی با من مثلا کنتاک کنی، یاد بگیریم و با هم دیگه و اینجور چیزا. گفت من خانومم خیلی تون صحبت میکنه و اصلا عادت نداره به آروم صحبت کردن و وقتی هم بهش میگم مثلا آرومتر صحبت کنه اینجور چیزا میگه ولش کن بیا انگلیسی صحبت کنیم و من دوست دارم آلمانی رو یاد بگیرم چون دارم تو آلمانم درس میخونم توی دانشگاه و اینجور چیزا. دیدم راست میگه. خب جوانای آلمانی زیاد حوصله اینو ندارن بیان با شما آروم صحبت کنن، بیان شما رو کرگیرن کنن، اینجور تصدیق کنن شما رو، اینجور چیزا. به خاطر همین میان میخوان تونتون حرف زنن برن. من نمیگم آلمانی خوب نیست برای حرف زدن، چرا آلمانی خوبه برای حرف زدن، با آلمانی حرف زدن، ولی خارجی هم بد نیست برای حرف زدن. و این فکر رو باید از سرتون دور بکنید که علم فلان کس تو دانشگاهه، تو دانشگاه داره درس میخونه مثلا ایکس ایگرگ اون زبانش پرفکته. نه عزیز من، خیلی از دانشجوها هستن اصلا زبانشون پرفکت که نیستش، هیچی، در حد ابتدایی هن، در حد اونی هن که داره توی یک مثلا پناهنده که توی داره شول زبان آلمانی میخونه هستش. هر کسی که توی دانشگاه داره درس میخونه به عنوان یه خارجی زبانش پرفکت نیست. خارجی ها خود چیز دانشجوها خودشون دنبال دوست میگردن. شما اگر این کار رو بکنید امتحان کنید، میگن سنگ مفت گنجشکم مفت دیگه، امتحان کنید، برید اعلامیه رو بنویسید، آگهی رو بنویسید، ببرید رو تابلو اعلانات دانشگاه بچسبونید، منتظر بمونید دو سه روز بگذره، دوباره برید نگاه کنید ببینید آیا هنوز هستش اونجا نیستش. اگر بدید یکی دیگه براتون حداقل بنویسه، اگر خودتون خوب نمیتونید بنویسید بدید یکی براتون بنویسه، بعد برید سر بزنید دوباره، اگر نبود دوباره بچسبونید و امتحان کنید. مطمئنن کسی رو پیدا میکنید که با شما حرف بزنه. دیگه این بهانه رو میتونید از خودتون دور کنید که برگردید بگید من کسی رو ندارم برای حرف زدن. نه، چنین چیزی نیستش. اگر جوینده باشی یابنده میشی. همیشه میگن جوینده یابنده است، کسی که بگرده پیدا میکنه. اونی که میگه من کار پیدا نمیکنم، اونی که میگه که من زبان یاد نمیگیرم، اونی که میگه من نمیدونم فلان چیز رو نمیتونم موفق بشم، اون تلاش نمیکنه برای کارش، اون نمیخواد که تلاش کنه. پس مطمئن باش اگر تلاش کنی به هدفت میرسی. اون فلایس کاین پرایس رو من بارها و بارها براتون مسئلش رو گفتم. اون فلایس کاین پرایس همونیه که ما میگیم تو فارسی نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت که جان برادر کار کرد. هر چیزی بدون زحمت به دست نمیاد، باید زحمت بکشی تا یه چیزی رو به دست بیاری. مطمئن باشید اگر دوستی توی دانشگاه پیدا کنید که با شما بخواد کنتاکت کنه خیلی به نفعتونه. چرا؟
چون میرید تو جمع دانشجوها، با اون دانشجو دوست میشید، اون دانشجو شما رو بر میداره میبره تو جمعای هفتگیشون، وخننده ها دور هم دیگه، آخر هفته ها ویکنده دور هم دیگه جمع میشن، با هم دیگه حرف میزنن، میگن، میخندن، میرقصن، میخورن، میاشامن، شما هم با اونا دوست میشید، میرید با هم دیگه صحبت میکنید. اگر دانشگاه پیدا نکردی کسی رو، دوست خودت رو پیدا کن. توی اینترنت، توی فیسبوک، تو گروه های آلمانی بنویسید آقا من دنبال یکی میگردم، روزی حداقل نیم ساعت، یک ساعت با من توی مثلا با هم دیگه لایو بذاریم، آنلاین با هم دیگه زنگ بزنیم، صحبت کنیم. به خدا پیدا میکنی اگر بخوای. خیلی ها نمیخوان، خیلی ها فقط میگن من فردا میخونم، من از فردا یاد میگیرم، حالا بعدن، حالا بعدن، الان حوصله ندارم، الان ویروس اومده حوصله ندارم، الان فکرم درگیره. اینی که میگه بعدن بعدن، تا ابد میگه بعدن. اگر خودت بخوای به همه چی میرسی. این بود، من نمیخوام دیگه زیادتر بیشتر از این صحبت کنم، این بود یه راه حل عالی برای پیدا کردن پارتنر برای مکالمه زبان. آگهی بنویس، تابلو اعلانات دانشگاه، منتظر بمون، مطمئن باشه که بهت زنگ میزنه. تموم شد و رفت. موفق باشید، تا ویدیو بعدی. بای بای.